سلام، خوش اومدید به شماره اول برنامه فرداگرام. بنیامین صدر هستم و از این هفته هر پنج شنبه در رادیو فردا مهمترین موضوعات و هشتگ‌های داغ رو با شما مرور می‌کنم. ایران رو پس می‌گیریم، هشتگی در واکنش به یادداشت اخیر شاهزاده رضا پهلوی. اینی که دامن جمهوری اسلامی را آلوده کردن به فساد به موقع برخورد میشد، امروز اینجور نبود. فساد سیستماتیک، هشتگی درباره اتهام گسترش فساد سازمان یافته در ایران. و هشتگ امیر حسین میر اسماعیلی، واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به حکم 10 سال زندان برای یک خبرنگار. هشتگ ایران را پس می‌گیریم عنوان هشتگیه که این هفته کاربرها بعد از انتشار یادداشتی از شاهزاده رضا پهلوی که همزمان در سایت رادیو فردا و روزنامه وال استریت ژورنال منتشر شد، در شبکه‌های اجتماعی به اون واکنش نشون دادن. یادداشتی با عنوان مردم ایران پیامی دارن، کشورمون رو پس می‌گیریم. در ارتباط با این یادداشت، محمد رضا نیکفر در توییتر نوشت که رضا پهلوی از قول مردم میگه کشورمون رو پس میگیریم، این نهایت بی اطلاعی از تاریخ، گویا قومی بیگانه انقلاب کردن، این نوشته بوی خون میده. اما در نقد توییت محمد رضا نیکفر، رضا یونسی نوشت ایران را پس میگیریم بوی خون میده، مشهد رو پس میگیریم چطور؟ اشاره آقای یونسی به شعار مشابه مردم مشهد در اعتراض و مخالفت با امام جمعه این شهر در ماه‌های گذشته بود. تارا سپهریفر اما در توییتر نوشته هنوزم ایران برای همه ایرانیان درست‌ترین شعاریه که برای تغییر وضعیت مطرح شده. روزی که ما یاد بگیریم ایران رو از کسی نباید پس گرفت. روزی که گام بلندی برای ساختن برداشتیم. علیرضا کیانی اما توییت کرده در ایرانی بودن رژیم حاکم جمهوری اسلامی شکی نیست، در عراقی بودن صدام و سوریه‌ای بودن بشار اسد هم شکی نیست، اما این تنها نسبتی برآمده از خاک و خونه و هیچ قرابت عاطفی بین ایران و حاکمان فعلیش برقرار نیست. ماندانا اما در اینستاگرام با هشتگ ایران رو پس میگیریم فیلمی رو به اشتراک گذاشته که گروهی از مردم این هفته در تهران و در حوالی مجلس به سهم ایران از خزر واکنش نشون دادن. از امیررضا امیربختیار که در شبکه‌های اجتماعی این بحث رو دنبال کرده پرسیدم که به طور کلی یادداشت اخیر شاهزاده رضا پهلوی چه واکنش‌هایی رو در پی داشته و نگاه‌های غالب بین کاربران ایرانی درباره این یادداشت چه بوده. مطلب اخیر آقای رضا پهلوی تحت عنوان ایران رو پس می‌گیریم دو واکنش عمده در شبکه‌های اجتماعی داشت. دسته اول که مخالفین ایشون بودن اعتقاد داشتن این مطلب می تواند به خشونت و انتقام گیری دامن بزنه، با توجه به اینکه ایران تحت اشغال یک کشور خارجی نیست، بلکه افرادی که امروز در ایران حکومت می کنند نیز مانند همه ایرانی ها دارای شناسنامه ایرانی هستند. و دسته دوم افرادی بودند که موافق این مطلب و عنوانی که برای این مطلب انتخاب شده بودند و اعتقاد داشتند با توجه به اینکه ایران در زمان حکومت جمهوری اسلامی با خشونت گسترده ای از طرف این حکومت روبرو بوده است، افرادی که این پیام را می دهند که ایران را پس می گیریم، منظورشون پس گرفتن ایران و بازگردوندن ایران به مردم ایران است. هفته گذشته بار دیگه خبرهایی درباره فساد گسترده و سازمان یافته بین برخی مسئولان حکومتی منتشر شد و بسیاری از کاربرها در شبکه‌های اجتماعی از جمله محمود صادقی نماینده مجلس به اون واکنش نشون دادن. این خبرها همزمان با بازداشت یا احضار برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی از جمله نادر فتورچی روزنامه‌نگار و پرستو صالحی بازیگر سینما و تلویزیون ایران همراه بود که مدتی بود در نقد فساد در شبکه‌های اجتماعی می نوشتن. این خبرها به خلق هشتگ‌هایی مثل فساد سیستماتیک در شبکه‌های اجتماعی انجامید.
مهتاب بزرفکن به طرح موضوع فساد واکنش نشون داده و توییت کرده گاهی هم مسئولان میان از فساد سیستم حرف میزنن، اما معلوم میشه که خودشون یا بچه هاشون بخشی از چرخه فسادن. اینا طوری ریشخندمون میکنن که انگار به قلبمون خنجر فرو میره. کاربری به نام روشنا هم در توییتر خودش با هشتگ فساد نوشته پاکسازی فساد مثل پله هاست، باید از بالا شروع کرد. یاشار سلطانی هم که پیشتر برای افشای فساد مالی در شهرداری تهران بازداشت شده بود در توییتر نوشت برای بار دوم تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در مجلس رأی نیاورد. وحدت اصلاح طلبها و اصولگراها برای سرپوش گذاشتن به فساد و با هم خوردن مثال زدنیه. فرهاد بهمنی هم در توییتر خودش به وجود تناقض در اظهار نظرهای مسئولان جمهوری اسلامی درباره فساد اشاره کرده و نوشته خامنه‌ای 22 مرداد گفت فساد هست، حکومتی نیست، اما جهانگیری به نهادینه بودن فساد در بالای نظام اعتراف میکنه. از شادی صدر، حقوقدان و فعال مدنی درباره بازتاب هشتگ‌های مرتبط با فساد سازمان یافته در شبکه‌های اجتماعی و واکنش کاربران ایرانی پرسیدم. به نظر من یکی از بهترین هشتگ‌هایی که کاربران در توییتر و سایر شبکه‌های اجتماعی ایجاد کردن و دنبال می‌کنن هشتگ عدالت‌خانه می‌خواهیم هست که ناظر به این واقعیت هست که در ایران یک نظام دادگستری شفاف، مستقل و قانونمند وجود نداره که پرونده های فساد مالی مسئولان یا کسانی که به مسئولان جمهوری اسلامی وابسته هستند بررسی کنه، اونها رو پاسخ بکنه. و یکی از مهمترین دلایلی که این حجم عظیمی از فساد مالی در تمامی دستگاه ها وجود داره و کسانی که مرتکب فساد مالی میشن و میلیاردها ریال از پول مردم رو میدزدن و اختلاس میکنن هیچگاه پاسخگو نمیشن، همین هست که نظام قضایی ایران مستقل نیست، نظام قضایی ایران این پرونده ها رو رسیدگی نمیکنه، همونطور که در موارد دیگه نقض حقوق مردم یا نقض حقوق بشر این نظام قضایی فاقد استقلال کافی و فاقد قانونمندی کافی برای پاسخگو کردن مرتکبان هستش. بنابراین من فکر میکنم که اون رویاهای انقلاب مشروطیت و خواسته های انقلاب مشروطیت که یکی از مهمترینشون تأسیس عدالت‌خانه بود هنوز همچنان به قوت خودش باقیه و خوشحالم که کاربران در شبکه‌های اجتماعی این خواسته ها را هنوز دنبال میکنن. امیر حسین میر اسماعیلی روزنامه نگار به دلیل انتشار توییتی انتقادی از احمد علم الهدا امام جمعه مشهد و همینطور اونچه که از طرف گروهی توهین به امام هشتم شیعیان عنوان شد در دادگاه بدوی به 10 سال حبس، 2 سال محرومیت از فعالیت در رسانه ها و جزای نقدی محکوم شد. این حکم کم سابقه و جنجال برانگیز خیلی زود با هشتگ امیر حسین میر اسماعیلی در شبکه های اجتماعی خبرساز شد. محشید حسینی توییت کرد امیر حسین میر اسماعیلی به خاطر یک توییت 10 سال حبس گرفته، اون وقت سعید مرتضوی به خاطر قتل و جنایت 2 سال حبس گرفته. محمد ایزدی هم در توییتر نوشت حکم قرون وسطایی 10 سال حبس برای یک توییت و شوخی ملایم با امام رضا بار دیگه ثابت کرد هرچه بیشتر عقب نشینی کنیم اونها جلوتر میان. عمر محاکم شهر به قرنها قبل از جمهوری اسلامی میرسه و محدود به نهاد حکومت فعلی نمیشه. اما کاربری به نام هانیا در اینستاگرام خودش از امیر حسین میر اسماعیلی با عنوان خبرنگار هتاک یاد کرد و نوشت اینایی که میبینی هر روز مثل قارچ از زیر زمین سر در میارن و به همه مقدسات و ائمه و معصومین و نظام و ولایت هتاکی میکنن، اینا اتفاقی نیست و میخوان ظرفیت جامعه رو محک بزنن. در اینستاگرام اما کاربری به نام محسن خاجوی با انتشار عکسی از امیر حسین میر اسماعیلی نوشت 10 سال که چیزی نیست، 100 سال هم برات حبس بزنن تو استوارتر میشی، من اطمینان دارم که این حکم ناعادلانه اجرا نمیشه. از مهتاب وحیدی راد همکارم درباره بازتاب هشتگ‌های انتخابی این هفته در روزنامه‌های ایران پرسیدم.
مهتاب، همونطوری که دیدی یکی از هشتگ هایی که ما انتخاب کردیم در واقع هشتگ فساد و فساد سیستماتیک است که توی این هفته خیلی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی بهش واکنش نشون دادن. در واقع مرتبط هم هست یه جوری با اخبار فساد اقتصادی و اختلاس هایی که منتشر میشه در داخل ایران، از جمله ماجرای صندوق ذخیره فرهنگیان و بازداشت یک روزنامه‌نگار که در این باره صحبت هایی کرده بود و توییت هایی کرده بود، همینطور واکنش برخی مقامات نماینده‌های مجلس مثل محمود صادقی. روزنامه های ایران به این موضوع فساد چه واکنش نشون دادن؟ بنیامین، همونطور که گفتی این موضوع از موضوعهای داغی بود که خب خیلی از رسانه ها بهش پرداختن، چند تا از روزنامه ها مطالب مفصلی در این باره داشتن. محمود صادقی در پی بازداشت نادر فتوره‌چی گفت که یک سری اسناد رو منتشر میکنه که یه اطلاعاتی بده از اختلاسی که از صندوق ذخیره فرهنگیان شده و بانک سرمایه. ارتباط این دو هم به این صورته که صندوق ذخیره فرهنگیان از سهامدارای بانک سرمایه هست و در و تخلف هایی که به گفته محمود صادقی در بانک سرمایه صورت گرفته ارتباط پیدا میکنه به طور مستقیم با صندوق ذخیره فرهنگیان. مطلب روزنامه شرق توجه منو جلب کرد در شماره روز 30 مرداد ماه خودش که به این مطلب به طور مفصل پرداخته و سعی کرده که از اون تصاویری که در توییت محمود صادقی منتشر شده به نوعی رمزگشایی کنه، یعنی یک توضیحاتی داده که اون رو روشن کنه برای مخاطبان. به این ترتیب که گفته بانک سرمایه با امتیازدهی به یک سری افراد یا گروه ها سرمایه فرهنگیان رو در صندوق ذخیره فرهنگیان به خطر انداخته، یک سری نمونه آورده از این تخلف ها که آقای فتوره‌چی هم قبلا اشاره‌ای کرده بود. دقیقاً که من به یکی دو موردش اشاره می‌کنم. مثلا روزنامه شرق گفته که بانک سرمایه بیش از حد مجاز 40% در شرکت‌های وابسته به خود یا زیر مجموعه خودش سرمایه گذاری کرده که این تخلف بوده، به خاطر اینکه به گفته این روزنامه و اسنادی که منتشر شده این مغایر هست با دستورالعمل سرمایه گذاری بانک‌ها. یا مثلا مورد دیگه‌ای که گفته گروه الف ه، نام اختصاری یک فرد یا یک گروه هست که گفته املاکی رو به عنوان برای بازپرداخت بدهی خودش به بانک داده یا معرفی کرده که ارزش گذاری که روی اون املاک شده بیش از ارزش واقعی اون املاک بوده و میلیاردها بیشتر بوده. و بنابراین گفته که به این صورت این تخلف ها صورت گرفته و امنیت سرمایه فرهنگیان در صندوق ذخیره فرهنگیان به خطر افتاده. خب غیر از شرق روزنامه دیگری هم به این موضوع پرداخته؟ بله، روزنامه ایران هم مطلب نسبتاً مفصلی داشت در همین باره، این توضیحات رو داده، حالا بیشتر درباره توییت محمود صادقی و پیشینه خبر. اما مطلبی که توجه من رو جلب کرد در روزنامه ایران این بود که گفته محمود صادقی بنابر آخرین اطلاعاتی که در اختیار خبرگزاری ایلنا گذاشته، گفته مبلغ کل اختلاس از صندوق ذخیره فرهنگیان 8000 میلیارد تومان. چه رقم بزرگی! البته این روزها مرتب از این ارقام منتشر میشه در رسانه‌های داخلی، در شبکه‌های اجتماعی مقامات هم بهش واکنش نشون میدن. بله، همینطوره، رقم‌ها خیلی عجیب غریبه، اصلا تعداد صفر. اما یه نکته ای رو میخوام اشاره بکنم، اینکه به هر حال این مطالبی که در روزنامه‌های ایران منتشر شده یه مقداری با اون فضای شبکه‌های اجتماعی فرق داره، به خاطر اینکه اون تا جایی که من دیدم و در بخش‌های قبلی هم دیدیم کاربران شبکه‌های اجتماعی انتقاد کردن از این اختلاس‌ها و انتقاد کردن از قوه قضاییه و گفتن که به هر حال قوه قضاییه برخورد قاطع چرا نمیکنه، چرا متخلفا رو معرفی نمیکنه. اما روزنامه ها سعی کردن بیشتر به شرح ماجرا بپردازن، یا اینکه مثلا این تخلف ها در دوره دولت محمود احمدی نژاد بیشتر صورت گرفته، در حالی که شاید خیلی برای شهروندای ایران تفاوتی نکنه که چه زمانی این اختلاس ها صورت گرفته. ممنونم از تو مهتاب. صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda. در ارتباط با هشتگ دوم ما یعنی فساد سیستماتیک، سایت رادیو فردا در هفته گذشته گزارش ها و یادداشت هایی رو منتشر کرد که یکی از این یادداشت ها یادداشت علی افشاری فعال سیاسی بود. یادداشتی با تیتر آیا برپایی تنابهای دار چاره کار بحران اقتصادیه؟
علی افشاری در این یادداشت و در نقد موافقت رهبر جمهوری اسلامی با درخواست رئیس قوه قضاییه برای تشکیل شعبه جدید در دادگاه انقلاب نوشت که پیگیری جدی فساد میتونه تبعات شالوده شکنانه‌ای برای حکومت داشته باشه. به همین دلیل برخوردها از مرحله بالاتر نرفته و در هیاهوی اتهام زنی‌ها و گروکشی‌های جناح‌های حکومتی به بنبست میرسه. فساد در جمهوری اسلامی اینطوری که علی افشاری نوشته حالت سیستماتیک پیدا کرده و باعث شده منابع عمومی عمدتاً به صورت رانت بین شبکه‌های شبه مافیایی توزیع بشن. در ارتباط با هشتگ فساد همکار ما بابک غفوری آذر گزارشی رو در رادیو فردا منتشر کرد با عنوان پولهای مشکوک سینمای ایران. گزارشی که به موضوع احتمال فساد مالی در بین سرمایه‌گذاران و برخی سینماگران اختصاص داره. خود بابک درباره بازتاب گزارش خودش در شبکه‌های اجتماعی و پولهای مشکوک در سینمای ایران بیشتر برای ما میگه. موضوع پولهای مشکوک در سینما چند ماهیه که در محافل رسانه‌ای و فرهنگی ایران طرح میشه و تعدادی از سینماگران مختلف هم درباره‌اش صحبت میکنن، اما با وجود طرح این موضوع به صورت موردی گزارش یا مطلب رسانه‌ای دیده نمیشد در این مدت که جمع‌بندی بکنه و با ذکر موارد مشخص این موضوع رو باز کنه. در گزارشی که در رادیو فردا منتشر کردیم و همینطور در مجله هفتگی صحنه هم به صورت صوتی بهش اشاره شد، به چند نمونه از این فیلم ها اشاره شد و موارد مختلفی که از گذشته تا کنون در سینمای ایران افرادی در قالب دارندگان این پول ها وارد سینما شدن ذکر شده بود. مطلب بازتاب های مختلفی رو هم داشت، علاوه بر این که در شبکه های اجتماعی درباره‌اش صحبت شد، در رسانه های داخل ایران هم به صورت کامل در تعدادی از این رسانه ها منتشر شد و در اونجا هم بحث و گفتگو درباره این موضوع ادامه پیدا کرد در قالب نظرات مختلفی که کاربران اون رسانه ها منتشر می کردن، علاوه بر اون چیزی که در خود وبسایت رادیو فردا یا در قالب ایمیل ها هم درباره‌اش گفته شد و باب صحبت مختلفی مطرح شد. احمد علوی کارشناس اقتصادی هم در یادداشتی که برای سایت رادیو فردا نوشته که به گفته خود مقامات جمهوری اسلامی فساد اداری در ایران به مرحله بالا، یعنی فساد نهادینه و سیستماتیک رسیده. بنابراین نهادهای نظارتی مثل قوه قضاییه که خودشون به فساد آلوده شدن نمیتونن این فساد اقتصادی و مدیریتی ایران رو حل کنن. جدای از این مطالب در سایت رادیو فردا کارتونی هم داشتیم از مانا نیستانی کارتونیست در پیوند با هشتگ فساد و دستور رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر تشکیل شعبه دادگاه انقلاب، شعبه ویژه دادگاه انقلاب. مخاطبان رادیو فردا با کمک شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها به ویژه تلگرام فایل‌های تصویری از مسائل مختلف پیرامون زندگیشون رو برای ما فرستادن و منتشر میکنن. ابتدا ویدیویی میبینیم از یکی از مخاطبان رادیو فردا که از رفتار بد با مهاجران افغان در ایران شکایت میکنه. ۲۴ مرداد 97 اردوگاه ارومیه این حیوان رفتار میکنن. بذارید بریم، ما بدمون میاد، ما بدیم، بذارید ما بریم. سربازا رو میبینی با چوب بایستاده؟ سربازا تکون مخوری با چوب میزنه. همه چیز رو دو برابر سه برابر میفروشن. همه جور آدم جا پاکستانی، افغانی، 70%شون افغانی هم. اینه حیوان اینجا با ما رفتار میکنن. از نزدیکی اندیمشک ویدیویی داریم از خشک شدن یک رودخانه. سلام خدمت همه همراهان. اینجا بستر خشک رودخانه قیلاب تو سرخکان. و اینم برکه کوچک آبی که هزاران ماهی داخلش گیر افتاده.
این هفته هم مالباختگان کاسپیان در تهران دست به تجمع زدند و خواهان برگرداندن سپرده های خودشون از سوی بانک مرکزی شدن. دروغ میگم پس دادن. اول مجوز میدن، بعد پولا رو کش میرن. 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 مرگ بر سیف، مرگ بر سیف، مرگ بر سیف، مرگ بر سیف. به دست بانک مرکزی سپرده ها غارت شد. شما هم اگر دوست دارین ویدیوهاتون در این برنامه و همچنین شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا منتشر بشه، میتونید با کمک تلگرام رادیو فردا به آدرس @فرداگرام ویدیوهای خودتون رو برای ما بفرستید. اما خواهش میکنم چند نکته رو رعایت کنید. هر ویدیویی که برای ما میفرستید به شکل افقی ضبط شده باشه و در پایان ویدیویی که ضبط میکنید حتما بگید که این تصویر رو برای رادیو فردا میفرستید. اگر تاریخ ضبط تصویر رو هم به صورت دقیق بگید که خیلی بهتره. در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda. من کم کم با شما خداحافظی میکنم، اما حالا ویدیویی ببینید از کاربری به نام عباس در توییتر از اجرای موسیقی خیابانی در شیراز. روز و لحظه های خوبی داشته باشید.